اقلیت‌های قومی و مذهبی پس از بهمن 57. در 39 سال گذشته چه پیشرفت یا پسرفتی نصیب اقلیت‌ها شده؟ برنامه روی خط روزهایی که به سالگرد انقلاب منتهی میشه هر روز یک موضوع رو با حضور شما مورد بررسی قرار میده. به اینکه با گذشت 39 سال از انقلاب ایران موضوع مورد نظر چه دستاوردی داشته. برنامه امروز روی خط به وضعیت اقلیت‌های قومی مذهبی پس از بهمن 57 میپردازد. بذاریم بریم به اوایل انقلاب. آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در آغاز انقلاب در ارتباط با اقلیت‌ها چنین گفته بود: همه اقلیت‌ها مطمئن باشند که اسلام با اقلیت‌ها همیشه به طور انسانی، به طور عدالت رفتار کرده و همه در رفاه هستند و اینها هم مثل سایر اقلیت‌ها جزئی از ملت ما هستند و ما و آنها با هم در این مملکت زندگی می‌کنیم. عدالت الهی بر همه یک طور خواهد بود و تابی در واقع و تفاوتی میان زنان و مردان، اقوام و نژادها و اقلیت‌های مذهبی وجود نخواهد داشت. بعد از آقای خمینی، آیت الله خامنه‌ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی نیز در ارتباط با حقوق اقلیت‌ها این چنین گفته: تعرض به غیر مسلمان‌ها در جمهوری اسلامی ایران هیچ سابقه‌ای ندارد، حتی بایستی رواداری جمهوری اسلامی رو نسبت به غیر مسلمان‌ها در خارج منعکس کنند. اما به نظر شما چقدر این اظهارات درسته و انجام شده؟ در طی سال‌های گذشته بارها شنیدیم از آزار و اذیت‌ها و تبعیض‌های اجتماعی علیه بهائیان، بستن مغازه‌های اونها، محرومیت از تحصیل یا تحت فشار قرار دادن صاحبان مشاغل برای عدم استخدام بهائیان. خبرهایی شنیدیم از تداوم فشار و بازداشت‌های خودسرانه، سرکوب و تبعیض‌ها علیه اهل سنت. شنیدیم از شهروند زرتشتی که برای راهیابی به شورای شهر یزد توانست رأی مردم را کسب کنه اما نتونست. از مانع تبعیض‌های مذهبی در ایران بگذره. برنامه امشب روی خط اختصاص دارد به کردها، لورها، عربها، ترکها، به مسیحیان، بهائیان، زرتشتیان، سنیها، یارسانیها و دراویش گناه‌آبادی. برنامه امشب روی خط میپردازه به تمام ایرانیانی که خواستار رفع تبعیض و برخورداری از حقوقی برابر هستند. برای اینکه در برنامه امشب بتونید شرکت کنید نیاز دارید که راهی ارتباطی برنامه رو بدونید که همکارم بهروز برای شما میگه. بله، امشب هم منتظر شما هستیم در برنامه روی خط، برنامه که متعلق به شما است. همونطور که افشار گفت، به طور ویژه اگر شما از قومیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی در ایران هستید در برنامه امشب شرکت کنید، منتظر شما هستیم. راه‌های تماس رو من خیلی سریع بگم، اگر الان نتونستید یادداشت کنید و آشنا نیستید نگران نباشید، در طول برنامه زیرنویس میشه. 202-260-71-10 شماره تماس ماست. با اسکایپ هم میتونید تماس بگیرید، چه صوتی چه تصویری، پیامگیر اتوماتیک هم داریم. ضمن اینکه در اکانت روی خط در فیسبوک، اینستاگرام، هر جا که براتون راحت تره میتونید کامنت بذارید و یا اینکه از طریق سند وی او ای در تلگرام، آیدی تلگرامی صدای آمریکا با ما در تماس باشید. الان دیگه فرصت ارسال فایل صوتی و تصویری به پایان رسیده تا ساعت 8 شب، اما میتونید به صورت نوشتاری همراه ما باشید. من بهروز صمدبگی هستم و سعی میکنم هرچه بیشتر نظرات شما در شبکه‌های اجتماعی رو منعکس کنم. در برنامه امشب که شرکت میکنید بگید که در طی 39 سال گذشته اگر شما از اقلیت‌های قومی مذهبی هستین، این جمهوری اسلامی چه دستاورد داشته، مطالبات شما چی بوده در این 39 سال، آیا حقوق شما پیشرفت داشته یا پسرفت. بذارید به تهران بریم. آقای فرشاد اولین بیننده ما هستن. آقای فرشاد سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. سلام، خسته نباشید. سپاسگزارم. آقای سیگارچی، من می‌خواستم اینو بهتون بگم، درسته من از اقلیت‌های مذهبی نیستم، خب، ولی توی شهری زندگی می‌کردم که دراویش زیادی داشت. من تو بروجرد زندگی می‌کردم و تو بروجرد بزرگ شدم. بروجرد یکی از شهرهاییه
که درویشای زیادی توش بود. من به چش خودم میدیدم موقعی که دانش آموز بودم چطوری سخنرانیایی که واسه تو مدارس انجام میشد یا پایگاه‌های بسیج توی خیابون انجام میدادن و چطوری به مراکز و خانقاه‌ها و خونه‌ها و نفراتی که نشونه‌های درویش بودن داشتن حمله می‌کردن. حالا فرشاد داری در مورد درویش صحبت می‌کنی، مگه درویش چه کاری انجام میدن؟ اصلا قرار نیست کاری انجام بدن. شما نگاه کنید آقای سیگارچی، همین درویش که اینا الان باهاشون لجن کافی بیان از حکومت جمهوری اسلامی دفاع کنن میشن بهترین قوم. درویش که سهله، یعنی شما بگید هر دسته دزدا هم از اینا حمایت کنن میشن بهترین مرکز. و اینا مشکلشون فقط اینه که کسی باهاشون مخالفت نکنه، وگرنه اصلا کاری به عقیده نفر ندارن. شما نگاه کنید موقع انتخابات که میشه همین بی‌حجابایی که انقدر راجع بهشون حرف میزنن چطوری فیلماشونو پخش میکنن که نگاه کنید اینا طرفدارای رژیمن، اینا میخوان رأی بدن، اینا اینجوری، اینا اونجوری. انتخابات که تمام میشه تا میبینن همینا میان مثلا اعتراض میکنن میگن وای اینا دین ندارن، اینا عاملای خود فروختن، اینا اینجوریان، اینا اونجوریان. این نشون میده که رژیم فقط کلا با کسایی که مخالفشه مشکل داره، وگرنه با هیچ عقیده‌ای مشکل نداره. عقیده ها آزادن تا زمانی که به حکومت کاری نداشته باشه. حالا آقای فرشاد، چه از آغاز انقلاب که ما اظهار نظر آقای خمینی رو گذاشتیم، چه همین هر ساله در واقع مقامات در طول سالهای گذشته همواره در مورد اقلیت‌ها و تبعیض‌ها هر زمان خودشون صحبت کردن، گفتن عملاً نداریم چنین چیزی، حتی تا حدودی محکوم هم کردن، اما عملاً در عمل چیزی خلاف این رو ما داریم می‌بینیم. خب چرا یک باره نمیگن که آقا واقعاً این کشور برای مسلمانان شیعه است فقط؟ خب این حکومت عادت کرده به دروغ‌گویی. سیگارچی خیلی جالبه، شما اینو مثال میزنید، من از این مثالی واضح‌تر میزنم. فیلم پخش میشه که دارن با تیر مردمو میزنن، میگن ما نبودیم، میگن نه اینا خودشونو میکشن. نفر رو نشون میدن ورزشکاره یا مثلا با چه هیکلی داره چه میکنه، میگن این معتاد بوده. نفر به بیهجابی اعتراض میکنه، همه دوستا و آشناهاش میدونن این سالمه، میگن این مواد صنعتی استفاده کرده اومده به بیهجابی اعتراض کرده. اینا به دروغگویی عادت کردن، یعنی شما هر فکر دیگه هم بکنید یه انگی بهت میچسبونن. و خیلی حرف جالبی میزنید، اینا این حرف رو نمیزنن واسه اینکه میدونن اون موقع وقتی این حرف رو بزنن جامعه جهانی بهشون اعتراض میکنه. اینا داخل مملکت یه طور برخورد میکنن و به دروغ یه جوری وانمود میکنن که از اون طرف هم کسی کارشون نداشته باشه. مرسی یعنی از شما آقای فرشاد. نمونه بارز این رویهی که شما گفتید رو در بحث مسابقات ورزشی در مواجهه با بازیکنان کشور اسرائیل میشدید که به اونها میگن که مصدوم شید، به بازیکنهای خودشون در واقع مصدوم شید یا بگید مریض هستید، اما در رسانه‌های داخلی تقدیر میکنن و که به عنوان قهرمان ملی ازشون یاد میکنن، اما در جامعه جهانی میگن که بازیکن مصدوم بوده یا مریض بوده. سپاسگزارم از آقای فرشاد که همراه ما بودی. اما پیامی هم از طریق تلگرام برنامه روی خط از یکی از بینندگان دریافت کردیم که با هم بشنویم. برمیگردیم با بهروز، همراه شما خواهیم بود. در ایران حتی گروه‌هایی از شیعیان و علما هم که معتقدند دین و سیاست باید از هم جدا باشه و دین اگر با سیاست قاطی بشه بازیچه سیاست میشه و نظرشون با حکومت همخوانی نداره، تحت فشار حکومت هستن. ما الان حوزه‌های علمی ذوالفقار رو در اصفهان داریم که یکی یکی دارن توسط حکومت تصرف میشن. حوزه علمی کاسگران، حوزه علمی نیماورد که تصرف شدن، و چند ماه پیش هم شنیدم یکی از حوزه‌های علمی ذوالفقار در خمینی شهر توسط طلاب حکومتی که ریختن در اون مکان تصرف شده و رئیس این حوزه هم مرتبا توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی مورد بازخواست قرار میگیره. من معتقدم اقلیت‌های مذهبی تا جایی که به آزادی‌های اجتماعی ضربه نمیزنن باید از مسئولیت و برابری قانون برخوردار باشن. بله، سری بزنیم به نظرات شما در شبکه‌های اجتماعی. نظرات زیادی هم از شما دعوت دریافت کردیم. ببخشید که مجبورم تکرار کنم، دیگه فایل صوتی تصویری نفرستید، نمیتونیم اونها رو استفاده بکنیم. از اینستاگرام شروع کنم. من زیبا و ایما نوشته من شیعه هستم ولی همیشه برام سواله که چرا برای فرم درخواست هر کار کوچک و بزرگی باید دین و مذهب خودمون رو بنویسیم و حالا علتش رو دریافتم. دیکتاتوری مذهبی. موین هم میگه من یک مغازه‌دار سنی هستم، به خاطر یک تخلف بهداشتی
من و یک برادر شیعه رو همزمان فرستادن تعزیرات. اون بخشیده شد اما منو جریمه کردن. و از تلگرام صدای آمریکا VOA هم براتون بخونم که کاربری نوشته اقلیت‌های مذهبی جایگاهی ندارند. سنی ها، اهل حق و چه بسا اونهایی رو که خارج از دین میدونن سرنوشت تلخی در انتظارشونه و برای شغل و تحصیل به مشکل برمیخورن. گفتم نظرات زیاد هست، کامنت های زیادی به دست ما رسیده اما در فرصت های بعدی به اونها خواهیم پرداخت. البته من در هر بخش یک نمونه از تبعیض هایی که در مورد اقلیت های مذهبی در ایران هست رو بهشون اشاره میکنم. مثلا در مورد دراویش صحبت شد، میتونم اشاره کنم به سپیده مرادی که از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی بود که در حال گذراندن دوره کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر بوده و روز 13 بهمن به دستور نهادهای امنیتی از دانشگاه اخراج میشه. پیشتر گفته بودن باید تعهدنامه‌ای رو امضا کنه، تعهدنامه گزینشی رو امضا کنه که ایشون امتناع کردن از امضا کردن و در نهایت ایشون رو به همین راحتی به خاطر بحث مذهب ایشون از دانشگاه اخراج کردن. بذارید به ترکیه بریم. خانم فرشته از طریق تلفن همراه ما هستن. خانم فرشته سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. اگر از اقلیت‌ها هستید بفرمایید، تجربه‌ای در این زمینه دارید میشنویم. با سلام، من فرشته هستم از ترکیه. بله، من اقلیت‌های یارستان هستم. جمهوری اسلامی برخلاف دوست اولی که باش صحبت کردیم، اینا اصلا به عقاید ما احترام نمیذارن و چه در موقع انتخابات یا مواقع دیگه، چه امرا باشن مردم چه نباشن، اقلیت مذهبی در ایران هیچ ارزشی نداره. مردم یارستان در جمهوری اسلامی عده‌ای هستن که به عنوان نجس از اونا یاد میکنن، کافر از اونا یاد میکنن. نمونه بارزی که اصلا رسیدگی نمیکنن به جامعه یارستان و اقلیت های دیگه در ایران اینه که زلزله زده هایی که در کرمانشاه، زلزله ای که در کرمانشاه اتفاق افتاد، زلزله زده ها بیشترشون سنی و اقلیت علق بودن که مشخصا هیچ کمکی بهشون نکردن چون جز اقلیت ها بودن و حتی گذاشتن دست سرما. الان چادر ندارن، دست سرما کودکان ما یخ بزنند. چیزی که در جمهوری اسلامی مهمه اینه که حتما باید شیعه باشی. ما بچه بودیم، ما رو میبردن، من که خودم خاطرات خیلی تلخی دارم، یکی از خاطرات تلخم اینه که ما رو به زور میبردن نماز میخوندیم، به زور مثلا ما رو میبردن مسجد، در حالی که ما این عقیده ما نبود. کتابای در دینی ما هیچ وقت ما حتی میترسیدیم که نشون بدیم کتاب، مجبور بودیم قرآن بخونیم، مجبور بودیم مسائل دینی تشیع رو یاد بگیریم. خانم فرشته، مگه خواسته شما به عنوان یک عضوی از جامعه یارسان ها چه بوده؟ حداقل خواسته ما این بود که مثلا ما بتونیم دینمون آزادانه، مراسم دینیمون آزادانه انجام بدیم. ما چه زمانی از کودکی ما در مدرسه که میگم خدمتتون، ما قرآن و مراسمات دینی تشیع به زور به ما تحمیل شد انجام میدادیم، بعد تا که برای دانشگاه شرکت کردیم، ما جز مذهب فقط درمون زده بودن مذهب اسلام، ما باید اسلام میزدیم و اگه مذهب خودمون رو مینوشتیم اصلا نمیتونستیم در کنکور شرکت کنیم. در قسمت هایی که مثلا مربوط به استخدام میشه باز گزینش دینی داره و خیلی چیزا، ما هیچ وقت نماینده علق نداشتیم در مجلس و خیلی چیزای دیگه. شاید الان من حضور ذهنم انقدر خوب نباشه که بگم، ولی جامعه ایران اقلیت های دینی هیچ حق و حقوقی ندارن و به من به خاطر کوچکترین مشکلی برای کسی پیش بیاد، به عنوان یک فرد نجس، یک فردی که دارای حداقل ترین حقوق شهروندی با اون رفتار میشه که سپاسگزارم از شما خانم فرشته. ممنون. خانم فرشته در بخش از اظهاراتشون اشاره کردن به بحث تبعیض هایی که حتی در زلزله اخیر کرمانشاه و کمک رسانی به زلزله زدگان وجود داشته. بعد نیست اینو به نقل از یک نماینده مجلس، آقای حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده مجلس شورای اسلامی که 8 روز پیش این اظهار نظر داشتن، گفتن که من این هشدار رو میدم که 3 دسته از مردم شیعه، سنی و اهل حق در زلزله کرمانشاه گرفتار شدن. زمانی که برخی دستگاه‌ها تبعیض آمیز عمل کنند، آثار جبران ناپذیری را در پی دارد. برخی مسئولان فهم درستی از واقعیات منطقه ندارن. تصور کنید زلزله اومده، یک برای در واقع یک زلزله اومده، بسیاری جونشون از دست دادن، بسیاری زندگیشون از دست دادن. حالا بماند این بحث
عدم رسیدگی که تو همین روزا گفته میشه که نیمی از اونها، نیمی از زلزله‌زدگان هنوز کانکس ندارن، در چادر هستن. در این زمینه هم که یک بحث انسانی هستش، با نگاهی تبعیض‌آمیز به اونها کمک میشه. بذارید به نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی سری بزنیم و برمیگردیم با تلفن‌ها در ادامه برنامه. بله خانم فرشته از یارسان ها در برنامه شرکت کردن، یک فایل صوتی هم داریم از یکی دیگر از اعضای این گروه و این اقلیت مذهبی در ایران که منتها قبل از اینکه به اون بریم من یک نظری رو بخونم، البته طولانی است، خلاصش رو دارم میخونم براتون. کاربری است و مخاطبی است که خودش رو معرفی نکرده اما گفته که از فعالان آموزش به زبان مادری بوده و به طور خاص زبان ترکی، و ایشون رو اونطور که توضیح دادند اطلاعات احضار کرده و بعد از 3 سال احضار و رفت آمد به جرم توهین به مقدسات اسلام و توهین به مقام رهبری و اخلال در نظم و امنیت عمومی به 1 سال حبس و 3 سال تبعید محکوم کرده. جالبه که تمام این مسائلی که این نوع فعالین میخوان در 2 اصل قانون اساسی هم اومده. حالا بریم این فایل صوتی رو هم با هم بشنویم. باز هم فایل های صوتی از اقلیت های مذهبی در ایران داریم که تا انتهای برنامه پخش خواهیم کرد. سلام، من یک کرمانشاهی هستم، دین من یارستانی هستش. در زمان خدمت سربازی منو با 10 تا از هم خدمتیام که اونام هم دین من بودن، در موقع تقدیم ما 11 نفر رو فرستادن زاهدان، فقط و فقط به خاطر یارستانی بودنمون. بله همونطور که گفتم در هر بخشی از تبعیض‌هایی که در مورد اقلیت‌های مذهبی در ایران هست رو میگم. در این بخش به اشاره میکنم به بهائیان، یک نمونه از موردی که در مورد بهائیان است، فرهنگ امیر شهروند بهائی که سال گذشته توسط 2 برادر در شهر یزد با ضربات چاقو کشته میشه و 2 نفر رو بازداشت میکنن، کسبه اون 2 نفر رو میگیرن، تحویل پلیس میدن، دادگاه برگزار میشه، در واقع 2 نفر اعتراف میکنن که به خاطر اینکه این فرد بهایی بوده این رو کشتن و در نهایت دادگاه میاد به اینها حکم، به یکیشون حکم میده 11 سال، به اون یکی برادر حکم میده 5 سال. یعنی فکر کنید به همین راحتی زدن یک نفر رو کشتن و در نهایت هم اعتراف هم کردن که ما کشتیم و گفتن که چون بهایی بوده. برادر دیگری هم گفته که هدفمون کشتن یک بهایی بود، مهم نبود چه کسی باشه. هر دو هم در بازجویی اقرار کردن که اگر آزاد بشن باز احتمال داره که فرد دیگری رو به همین صورت به قتل برسونن، به همین راحتی. بذارید بریم به ادامه تلفن ها. خانم افسانه از تهران از طریق تلفن همراه ما هستن. خانم افسانه سلام، به برنامه روی خط خوش اومدی. اگر از اقلیت ها هستید بفرمایید، تجربه که در این زمینه دارید میشنوید. با سلام خدمت دستندرکار محترم جاوید شاه، رضا شاه عزیزم. من 7 سالم بوده انقلاب شد. مادر من اهل تفنن بود و پدرم اهل تشیع. ما همسایه قومی داشتیم به خاطر اینکه همسایه ما یه سری بهایی بودن. مادر منده اهل تفنن بود، دم به ساعت به مادر من توهی میشد، ای نمیدونم عمری 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 یا جشن عمری میگرفتن. حالا در هر صورت جشن عمرتون رو بگیرین، هر کار میکنین کنین. شما اصلا اصول دین رو میشناسین چی هستش؟ اصول دین 3 تاست: توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت، اصول مذهبه. این شد که من از بچگی دنبال تاریخ رفتم ببینم اصلا شیعه چیه، سنی چی هستش. متاسفانه شیعه ها اصلا دین خودشون نمیشناسن. ما 113 نوع فرقه شیعه داریم. حالا خانم افسانه، ما به این جزئیات نمیخوایم تو این برنامه بپردازیم. ما میخوایم نسبت به عمل کردی که در 39 سال گذشته جمهوری اسلامی در قبال اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران داشته به این مبحث میخوایم بپردازیم. آیا به نظر شما عملکرد قابل قبولی داشتن در این رابطه؟ پیشرفتی بوده؟ پسرفتی بوده؟ شما اول دین خودتون رو بشناسین. بعد بگید ایشون صدای من رو نمیشنن. بذاریم با خانم افسانه خداحافظی میکنیم، به بیننده دیگری از تهران بپردازیم. آقای محمود از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای محمود سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. الو، من هم سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز و شب عالیتون بخیر. سپاسگزارم. من از اهل حقا یا یارستانی های کشور هستم. شادم امشب توی برنامه‌تون یارستانی ها زیاد باشه، به خاطر 2 دلیل هستش که یکی جمعیت زیادی تو کشور دارن، حدود 11 تا 13 میلیون نفر جمعیت، و دومی هم به خاطر زلزله‌ای که پیش اومد تو منطقه یارستان نشینی که اتفاق افتاد. بله. در ابتدای انقلابی که وقتی که پیش اومد
رهبران بزرگ یارستان حضور پیدا کردن، به دیدار آیت الله خمینی رفتن و آیت الله خمینی اشاره کردش که چون شما علی رو میپرستید پس ما هم اهل حق هستیم. ولی چنین چیزهای بعدها یواش یواش باعث تفرقه بین اهل حقا شد. چرا؟ اول اینکه ما چند روز تو این چند روز روزداری های ما بودش و عید ما بودش، زمان شاهنشاه و ابتدای انقلاب عیدهای ما رو تعطیل میکردن، ولی متاسفانه چنین چیزهایی از بین بردن. دوم از همه بین خود اعضای ماها تفرقه انداختن. چرا؟ اهل حق مردش رو با نماز بر نمیداره، با مقدسات خودش برمیداره، ولی انقدر نفوذ توی مغز جوانها، کودکها، توی مدارس کردن که تمام اینها را از بین بردن. تا حتی که در سال 83 در کتاب دینی دبیرستان رشته انسانی حتی ظهور حضرت مهدی را با 12 تن از یاران الحق اشاره کرده بود که حذفشون کردن. حالا محمود، تو داری در مورد وجه اشتراکاتی که به عنوان مثال با تشیع اسلام شیعه داریم مثال میزنی که به هر حال راهی رو باز میذاره برای اینکه جمهوری اسلامی بپذیره در واقع شما رو. ما بحث ما یه چیز دیگه است. بحث اینه که مذهب در حداقل دنیای امروز در قرن 21 نباید یک مسئله کاملا شخصی باشه و هر فردی به عنوان یک شهروندی که در ایران به عنوان مثال داره زندگی میکنه از تمام حقوق برابر باشه. چرا که تو قرآن توی آیه 28 بقره هم اشاره کرده که هر انسانی آزادانه باید زندگی کنه و هر دینی رو انتخاب کنه. همونطور که توی ابتدای خیابان میرداماد روی ساختمان پایتخت هم اشاره کرده که تمام اقلیت‌های مذهبی تو کشور ایران آزادانه هستن، ولی متاسفانه این آزادی رو از همه اقلیت‌های دینی گرفتن. توی گزینه‌ها باید توحید، معاد، اینا رو باید بلد باشی، نماز باید بلد باشی. آیا اقلیت مسیحی یا اهل حق یا بهایی مگه باید نماز بلد باشه؟ که حتما، چون سرکوب داریم میکنن ما رو، به ماها فشار میآورن. من الان همسر خود من لیسانس معلمی داره، به قولی پذیرشش نمیکنن به خاطر اینکه اهل حق هستیم، شارب داریم، سیبیلمون کامل هستش، توی خدمت‌های سربازی باعث میشن که سربازهای ما حتی به خودکشی هم کشیده شدن، یا اینکه در سال 92 5 تن از عزیزان یارستان آتش سوزی خودشون رو سوزوندن، توی همدان 2 نفر بودن، توی جلوی مجلس اعتراضات کردن، ولی متاسفانه حکومت دیکتاتورانه هیچ گونه حرفی قبول نمی‌کنه از یارستان یا اقلیت‌های دیگه. سپاس از شما. ممنون محمود که از تهران همراه ما بود. تجربه محمود رو شنیدیم از جامعه یارستان‌ها در ایران گفت و در واقع شرایطی که برای اونها در ایران وجود داره. بزنید مجدد به بهروز سری بزنیم با نظرات کاربر. بهروز، بله، در این بحث چند نظر دیگه از تلگرام رو که به دستم رسیده براتون بخونم. مخاطبی گفته که من یک کرد هستم و در تمام 39 سال گذشته نسبت به اهل تسنن جز تبعیض ندیدم. شهروند دیگری خودش رو شهروند به حاشیه رانده شده ترکمن خطاب کرده، گفته ما قوم به حاشیه رانده شده ای هستیم که جز تبعیض نژادی چیز دیگری از جمهوری اسلامی ندیدیم، در حالی که ما هم مسلمانیم، ما هم اعتقاد داریم که دین واقعی باید از طریق قلب انسان در واقع بهش ایمان آورده بشه، نه با زور و اجبار. نمونه های اینطوری زیاد هست. یک مسیحی نوکیش گفته برای ما که ما از کوچکترین آزادی‌ها در ایران محروم هستیم، حتی نمیتونیم عبادت کنیم. عبادت چه مشکلی داره اگر شما واقعاً ادیان الهی رو به رسمیت میشناسید؟ بعد توضیحات مفصلی دادن که احضار شدن بارها، کشیش‌های اونها در زندان هستند و مدام احضار میشن و زندانی میشن. ما به نیمه برنامه رسیدیم، یک استراحت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم به افشار و تلفن‌ها.
هر دو بخش پیشین از بهائیان و در واقع دراویش گفتم، اما در این بخش نگاهی داشته باشه به تبعیض‌هایی که در مورد مسیحیان در ایران رخ میده. روز 16 تیر ماه جمعه گفته شده بود که 4 مسیح به نام کشیش ویکتور، هادی عسکری، کاویان فلا، هر کدوم اینها به 10 زندان و البته امین افشار نادری به 15 زندان محکوم شدن، جدا از اینکه هر کدوم 2 ممنوع خروج شدن. علتش هم گفته بودن که تاریخ 5 دی ماه سال 93 هنگام شرکت در جشنی که به مناسبت میلاد مسیح در منزل کشیش ویکتور برگزار می‌شد دستگیر شدن. همونجوری که یکی از کاربران در کامنت‌ها گفت، به اینها سریعا اقدام در واقع اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی و اداره گروه‌های خانگی و مسیحیت تبشیری اگر اشتباه نکنم متهم شدن. یعنی به همین راحتی به خاطر اینکه مثلا متفاوتی داشته باشه که بازداشت بشن، یه اقدام علیه امنیت ملی و 2 اتهام دیگه هم میچسبه و 10 بین 15 حکم برای اونها در نظر گرفته میشه. به تهران بریم. آقای بهرام از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای بهرام سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. خواهش کنم. درود بر شما. عرضم خدمت شما که حال روز اقلیت‌های دینی در ایران خوش نیست. هیچ کدوم از اقلیت ها دراویش رو چند روز گذشته داشتیم که به حساب چطور لای منگله گذاشته بودن. عزیزان بهایی مغازه‌هاشون در شمال کشور بسته شدن، زرتشتیان جور دیگه، و این در جایی هست که این حکومت، رهبر این نظام از برابری و از حمایت حرف میزن و دائما از وقتی که یادمون رو منبرها از دین اسلام اینجور یاد میکنن که دین مساوات و برابریه، دین موروثی نیست. اگر که پدر یک شخص مسلمان باشه الزاماً فرزند اونم باید مسلمان باشه. حالا بهمن به ادعایی که این مقامات دارن در 39 سال گذشته واقعا خودشون در این راستا عمل کردن؟ خب مشکل هست تنگه شروع میشه که این حرفا در حد شعار باقی مونده، هیچ کدوم از اینها عملی نشده، به طوری که ما در همین نچندان بسه حالا زیاد دور نیست، همین یک ماه اخیر حالا نوتیشان مسیحی رو داشتیم که از دین اسلام اومده بودن به مسیحیت، اینها رو زندان کردن، شکنجه کردن. این برخورد این حکومته که ما فقط در حکومت دیکتاتوری میبینیم که چرا دوگانه حرف میزنن. صحبت های آیت الله خمینی اوایل انقلاب باید ختمش این حکومت باشه تا آخر، چرا تغییر کرده سیاست های حالا عقیدتی این نظام؟ و این سوالیه که به حساب هیچ جوابی درش نیست. آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور دائما مثل امروز حرفای عوام‌فریبانه و پوپولیستی میزنه، دائما دنبال جایگاهیه که از دست رفته میره بین مردم و حرفای امیدوارکننده میزنه. بهمن ما تو برنامه به آقای روحانی اشاره نکنیم، برای اینکه رئیس جمهور در ایران با یک سری شعارها و وعده‌ها میان و میرن، اما رهبران جمهوری اسلامی یعنی آقای خمینی و آقای خامنه‌ای به هر حال افرادی بودن که ماندگار بودن. آقای خمینی فوت کردن، آقای خامنه‌ای در حال حاضر رهبر هستن. درسته، ولی خب ببینید رئیس جمهور به حساب اولین و مهمترین شخصی که مدیر قانون اساسی هست. بله. و ما به حساب امید داشتیم به صحبت‌های آقای روحانی، به اینکه ایشون در به حساب پستی که داره می‌گیره به وعده وعیداش عمل کنه. اینم می‌خوام اینو اشاره بکنم که صحبت‌های ایشون آقای روحانی با صحبت‌ها و شعارهای که از اول انقلاب تمام این به حساب دو تا رهبری که اومدن در حد شعار و حرف مونده و فقط و فقط این وسط قصد و نیتشون فریب مردم بیشتر نبوده. سپاسگزارم از تو بهمن از تهران که همراه ما بودیم. بزنیم به شیراز، به نوبه محمد جواد همراه ماست. آقای محمد جواد، حتما در خبرها دیدی در سایر کشورها افرادی از کشور خودشون مهاجرت میکنن با مذاهب مختلف و در واقع نژادهای مختلف، به عنوان مثلا هندی در کانادا یا یک به عنوان پاکستانی در آمریکا میان و پیشرفت میکنن، به درجات بالا میرسن، چه تو علم، چه تو سیاست، چه تو همه مسائل. اما در ایران ما شرایطی رو شاهدش هستیم که شهروندان اون کشور فقط بخاطر داشتن مذهبی متفاوت از حق و حقوق انسانی، حق و حقوق ابتدایی شهروندی برخوردار نیستن. چی فکر میکنید در این ارتباط؟ با سلام خدمت شما جناب آقای سیراسی و بینندگان محترمتون. آقای محمد جواد. الو. سوال من رو شنیدید؟ آره من صداتون سوالتون شنیدم. خواهش میکنم بفهمید. آره.
من فکر میکنم چون بر انقلاب سعی کردن اقلیت های مذهبی رو عقب نگه دارن، حالا چه از نظر توسعه و پیشرفت استاناش مخصوصا در مناطقی که سنی نشینند، فکر میکنم اونا رو یه تهدید برای خودشون میدونن، برخلاف اینکه میتونن از اونها از استعدادهایی که در مردم و مذاهب مختلف نیست زرتشتی ها حالا و مسیحی ها و بالاخص سنی ها که واقعا اقلیت نیستن، نمیشه بگه شاید 40% مملکت سنی هستن و نمیشه اسم اقلیت رو اونها گذاشت، واقعا کلمه اقلیت برای اونها واقعا ظلم بزرگی به حقشون. بله و من فکر میکنم اونا هست دارن که تو جایگاه ها و مقام ها و جایگاه مهم سیاسی در کشور نقش بازی کنن، در جایگاه وزارت، رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس که متاسفانه تو هیچ دولتی بعد از انقلاب نمیبینیم ما وزیر بگوانه سنی مذهب یا مسیحی یا زرتشت اصلا نداشتیم که بودنم از حق بودنم. حالا با این توجه با توجه به شرایطی که شهر دادی محمد جواد، چطور میشه این شرایط تغییر کنه؟ چطور میتونیم این شرایط رو تغییر داد؟ به هر حال این افراد شهروندان ایران هستن. تو این 40 سال به هر دری که مردم زدن و اقلیت ها و حتی ما شیعه زدیم که یه عدالت و برابری به وجود بیاد که موفق واقعا نشدیم، چون اینا نمیخوان یعنی اقلیت ها جایگاه و نقشی رو در مملکت بازی کنن و یه شیوه حکومت غلطی رو تو دنیا شکل دادن که واقعا حتی ما شیعه رو نسبت به حکومت مذهبی بدبین کردن. سپاسگزارم از شما محمد جواد. نظر محمد جواد رو شنیدیم. بریم به نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی با بهروز و دوباره برمیگردیم به تلفن ها و شما همراه خواهیم بود. بله، قبل از اینکه یک فایل صوتی از یک شهروند بهایی رو بشنوید یک کامنت از فیسبوک براتون بخونم. کاربری به نام غریب میگه من یک بار به خاطر کرد بودنم و یک بار به خاطر اهل حق بودنم در تمام طول زندگی مورد تبعیض، تحقیر، توهین و بی‌حقوقی کامل قرار گرفتن. ما مردم یارسان حق انتخاب نماینده برای مجلس نداریم و حتی برای استخدام شدن به عنوان کارگری ساده در شهرداری ها مورد تبعیض قرار میگیریم. بچه های ما حق تحصیل در دانشگاه ها را ندارند و رژیم جمهوری اسلامی ما را از تمام حق و حقوق شهروندی ما محروم کرده است. بریم روایت این شهروند بهایی رو هم با هم بشنویم، برمیگردیم به ادامه برنامه. تقریبا میتونم بگم تمام اقلیت های مذهبی ایران تحت فشار قرار دارن که مشخص هستش، میتونیم از خیلیشون هم نام ببریم مثل سنی ها، الحقی ها، دراویش و خیلی های دیگه. من خودم یک باهایی هستم، تو این زمینه باهایی ها بیشترین فشار رو احساس میکنم تحمل میکنن، از حقوق اولی انسانیشون محروم هستن، اجازه تحصیلات عالی دانشگاهی نداریم ما، به همین دلیل من خودم به شخصه برای تحصیل از کشور خارج شدم و در کشوری دیگه تحصیل کردم. پس از بازگشت از کشور دیگه بعد از تحصیلاتم محل کسبی رو برای خودم راه اندازی کردم. تقریبا 2 سال بود کار میکردم که محل کسبم توسط ارگان یکی از چند تا از ارگان دولتی پلم شد. نمونه هایی از تبعیض ها علیه بهائیان، مسیحیان و درویش گناهبادی رو گفتم، اما در این بخش به مشکلاتی که برای اهل سنت وجود داره. مثلا به عنوان مثال رهبران اهل سنت، علمای دینی اونها محدودیت دارن برای سفر کردن، حالا سفرهای خارجی پیشکش، حتی برای سفرهایی که از استانی به استان دیگر هم هست محدودیت دارن. از طرف دیگه برای برگزاری نماز جمعه شون مشکل دارن. شاهد بودیم که در ماه‌ها و سال‌های گذشته خبرهای اومد از تخریب در واقع نمازخونه‌های اونها و مباحث دیگری است که بسیار مطرح شده. گفته مثلا فشار بر علمای اهل سنت برای کنترل و مدیریت مدارس دینی اهل سنت و موارد دیگر. حالا بیننده به نام بهمن هم اشاره کرد به عملکرد آقای روحانی که نکته های اهمیت می که خود آقای روحانی با رأی که 75% سیستان و بلوچستان و 73% در سیستان و 75% در کردستان به ایشون رأی دادن. ما بیشتر بحث از رئیس جمهور به رهبر جمهوری اسلامی ایران، چون رئیس جمهورها با یک سری وعده ها و شعارها میان و میرن و به هیچ جان پاسخگو نیستن. و مشکلاتی که بهروز هم در کامنت ها بهش اشاره کرد، اگر فردی معترض باشه، اعتراضی بکنه و بازداشت بشه، اگر کرد باشه و اهل سنت باشه، سریعا ارتباطش هم به بحث
در واقع گروهی مثلا حزب کمله میگن و حکمای طولانی مدت برای اونها میبرن، زندانهای 15 20 ساله، چه بسا که خوشمسه که حکم اعدام رو اگه از عربهای جنوب ایران باشه اتهام تجدید طلبی به اونها میزنه و موارد از این چنین زیاده و بهایی هم که اساسا در ایران اصلا به عنوان شهروند شناخته نمیشن. در مورد اهل سنت و کردها گفتیم، به کرمانشاه بریم. آقای اشکان از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای اشکان سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. خسته نباشید. سپاسگزارم از شما، بفرمایید. ببینید آقای سیوارچی، در طول این 40 سال این حکومت خیلی خوب تونسته بین ما کردها که شیعه و سنی هستیم تفرقه بندازه. من این چیزا رو به چشم خودم دیدم، مثلا در همین مراسم عزاداری که شبای اربعین اینا هست، وقتی هم دستای سینه زنی میرسن به در مسجد اهل تسنن، همونجا وامیسن نمیدونید چی کار میکنن. دو نفر هم نیست جلوی اینا رو بگیره بگه آقا دارین چی کار میکنین، چرا این کارا رو در این مسجد انجام میدین، میخواین مثلا چی رو ثابت کنین. آقا دوستان خوب اشاره کردن، مثلا در مورد همین سرپور زهاب یکی رو هولوش 70% سرپور زهاب اهل تسنن هم، بقیه هم خب علی اللهی یا همون الحق هستن. به خدا هستم الان شما همون طرف دالاهو که این الهوا زندگی میکنن برید ببینید، به بدترین شکل الان توی این سرمای زمستون دارن زندگی میکنن. هیچ کس نیست که بینا بگم چیز احتیاج داریم، چیز احتیاج داریم که از زمستونی که برف نمیاد اونجا وحشتناک سرده دیگه، چه برسه به امروز خیلی برف اومده، این روستاها شون هم صعب العبوره، روز عادی آدم نمیتونه بره دیگه، چه برسه به این که هوا الان به این سردیه. اشکان به نظر در طی 39 سال گذشته جمهوری اسلامی، حالا این روزا میدونم که در رسانه هاشون همه چیو گل و بلبل نشون میدن و جشن گرفتن، احتمالاً چه عمل کردی داشته در زمینه همین بحث اقلیت های برای شما قابل قبول بوده؟ میدونم به مشکلات اشاره کردی. آقای سیواشی هیچ چیزی تغییر نکرده اینجا، یعنی اینا میدونن کردها با هم متحد بشن، چه اهل تسنن چه اهل تشیع، خیلی واسه اینا درد سرساز میشن. خودشون خیلی خوب میدونن، همیشه هم میان تفرقه بین سنی و شیعه تو کرمانشاه و کردستان و این مناطق شهرستان و اطراف میندازن با این صحبت بی خودی که اصلا هیچ کس هم حرفشون هم قبول نداره. اشکان تو همه کشورهای همه که نه تا اکثر کشورهای دنیا ادیان مختلف مردمش در کنار هم زندگی میکنم بدون اینکه هیچ اختلافی وجود داشته باشه، بدون اینکه هیچ مشکل داشته باشه، چرا حکومت یک بار نمیاد این رو امتحان کنه؟ آخه آقای سیواچی این حکومت ما متاسفانه با همه سر جنگ داره، یه چیزی تو ذهنیت اینها هست. ببینید در تریبونای نماز جمعه کسی که اصلا یه دونه فشفشه روشن نکرده، یه دونه ترقه نترکونده، یاد از موشک و موشک فرانی صحبت میکنه. وقتی ما اینجور سردامدارای حکومتی داریم دیگه، میخوای آخر عاقبت ما چی باشه؟ ما دیگه قضاوت رو میذارم پای خود مردم. بله بله، سپاسگزارم از شما آقای اشکان از کرمانشاه که همراه ما بودید. البته من یه مدت صحبتم با آقای اشکان طولانی شد، به روزی بخشی از شما بود که فکر کنم جا موند که در این بخش بریم. بله، یه فایل صوتی دیگه داریم از یک شهروند یارسانی، اما قبلش اجازه بدید من از فیسبوک پیام علی رو بخونم. علی خودش رو ترک آذربایجانی معرفی میکنه، میگه ما هیچ حق و حقوقی در جمهوری اسلامی نداریم و خواستار اجرای اصل 15 و 19 قانون اساسی هستیم. خیلی سریع بگم، یکیش حق تحصیل به زبان مادریه. میگه که هیچ حرکتی جمهوری اسلامی در مورد اجرای قانون اساسی خودش و این دو اصل هم انجام نداده. از طرف دیگه ماها سال هاست که مورد توهین و تمسخر در رسانه های مختلف قرار میگیریم. بریم این فایل صوتی رو بشنویم و دیگه کم کم به انتهای برنامه هم نزدیک میشه. مردم یارسان حتی از نظر قانون اساسی هم به رسمیت شناخته نمیشن و در قانون اساسی هم جایگاهی ندارن. شما نمیتونید، مثلا دارم میگم، حالا شاید این یه مقدار دیگه بحثش کمرنگ شده باشه توی شرایط فعلی جامعه که حالا ما بیاییم نماینده های مجلس رو به تفکیک مذاهب و اینها انتخاب کنیم، اصلا اشتباهه به نظرم. من به نظرم نماینده باید شایسته باشه و لایق اون جایگاه باشه، حالا از هر دینی که میخواد باشه، عدالت در رفتار داشته باشه.
ولی اون چیزی که الان وجود داره اینه که ما نمیتونیم برای خودمون فعلا هیچ نماینده ای داشته باشیم. زمانی که جنگ شد ما توی این مرزها امنیت رو برقرار کردیم توی غرب کشور، خیلی کشته دادیم، شهید دادیم، جانباز دادیم، ولی فقط برای جنگ بود و وقتی که جنگ تموم شد ما رو توی هیچ دستگاه دولتی راه ندادن مگر اینکه یکی از خانوادهمون کشته شده باشه. به تهران بریم. آقای امینی از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای امینی سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. سلام آقای سیگارچی، سپاسگزارم. جناب افشار، میشه یه بار سوالتون رو بفرمایید که آیا شما از اقلیت ها هستید؟ نه نیستم. میشه کلا در کل به عنوان یک شهروندی که در ایران زندگی میکنید مشاهداتتون رو بگید از آنچه که حکومت در طی 39 سال گذشته عملکردی داشته در قبال اقلیت های مذهبی در ایران؟ نظر شما رو بشنویم به عنوان یک شهروند. به قول معروف چیزش روشنه دیگه، هم تمام این بهایی ها رو داره یکی یکی قتل عام میکنه. همین همینی برای شما آیا فرق داره با آدمی که در ایران حالا چه براش کار میکنه چه اون برای شما کار میکنه، چه در طول روز در کنار هم دیگه هستید از کنار هم رد میشید، برای شما واقعا فرقی داره با اون یک شهروند که مذهب این افراد چیه؟ اتفاقا نه آقای، من چون با یکی از این بهایی ها بودم، اتفاقا بهایی ها بهتر از چیه ایران به خدا، اینقدر آدم های مهربونی هستن. حالا نمیدونم چرا میگن مثلا بعضی ها میگن اینا خشن فلان، امام ها رو خب خود من هم اصلا امام زمان رو قبول ندارم چون اصلا اینا همش قلابی هست. حالا آیا امینی ما نمیتونیم تو این برنامه اجازه بدیم که به ادیان مختلف توهین بشه؟ من از شما خدافظی میکنم و سپاسگزارم که تماس گرفتید و خواستید که در برنامه شرکت کنید. به ایران بریم. آقای احمد از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای احمد سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون. سپاسگزارم. آره میخواستم بگم خدمتتون، من اهل سنت هستم از شرق استان کرمان، از تقریبا میشه همسایه، یکی از شهرستان و استان کرمان هستن که با استان سیستان و بلوچستان همسایه هستن. بله اگر بخوایم بگیم واقعا حکومت نظام تبعیض قائل نیست، واقعا یه چیزی حرف یعنی ناحق زدیم، ولی اگرم بخوایم هم اینجوری هم بگیم که واقعا مثلا زیادی تبعیض قائل میشه، نه اونجور نیسته. من خودم اهل سنت هستم. خب یه دستن، البته خیلی کم هستن، خب یه دستن واقعا کشت تفرقه دارن، اختلاف. مثلا همین بینندگی که الان اومد گفت مثلا به مقدسات شیعان مثلا توهین کرد، خیلی الان هستن تا اهل سنت بلوچستان اومدن، خب دارن واقعا با تمام وجود به مقدسات شیعه دارن توهین میکنن و حتی مشرک میدونن. الان خب شما احمد به عنوان یک اهل سنت عمل کرده 39 سال گذشته جمهوری اسلامی در قبال اهل سنت قابل قبول میدونی؟ نه، مثل همه کشورهای دیگه ایران هم تبعیض قائل بوده. آره سپاسگزارم از تو. مرسی احمد. احمد معتقده که روندی که ایران داره روند عادیه و خب در سایر کشورها هم چنین چیزی هست. حالا اگر نظری داشته در مورد صحبت‌های احمد شما هم میتونید صحبت کنید. یه بار دیگه به بهروز سری بزنیم و برمیگردیم با ادامه تلفن ها همراه شما. بله اتفاقا در مورد نقض حقوق اقلیت‌ها در توییتر ما توییتی داشتیم، کاربری میگه که شما چطور سوال میکنید که آیا پیشرفتی حاصل شده یا نه، وقتی در عرض این 39 سال حتی یک وزیر سنی مذهب هم نبوده در کابینه‌های مختلف ایران. و بحث دیگری هم کردن، گفتن که وقتی که یک اهل سنت به هیئت رئیسه مجلس هم رفته فشار آوردن که او رو برکنار کنند. و قبل از اینکه فایل صوتی آخر رو که از یک شهروند هست رو با هم بشنویم، من خیلی سریع چند تا پیام از تلگرام بخونم. یاسر میگه که همه اقوام چه لور ترک و مذاهب مختلف باید حقوق مساوی و یکسانی در کشور داشته باشن. به مسئله سپنتا نیکنام اشاره کرده، افشار هم اشاره کرد. رامین میگه که یکی از حقوق اقلیت‌های قومی که به طور مکرر نقض میشه حق تحصیل به زبان مادری است. و مخاطب دیگری گفته که ما سنی‌ها رو
دشمن شماره یک خودشون میدونن، حتی فرزندان منو با وجود اینکه تحصیل کرده بودن مورد استخدام قرار نمیدن. بریم این فایل صوتی رو بشنویم، آخرین فایل صوتیه که امشب براتون پخش میکنیم. الان هم که نوبت به درابیش گنابادی رسیده، بهایی هم که اونطور مورد تبعیض قائل میشن، یهودی ها، مسیح ها، زرتشتی ها هم که همینطور، نوازنده ها، خواننده ها، شاعر ها، نویسنده ها، کارگردان ها، وکلا، روزنامه نگاران، شما فقط برای ما تعیین کنید که با کی مشکل ندارید. یه نظام ایدئولوژیک که در ایدئولوژی خودش هیچ فکر و هیچ نظر و هیچ عقیده ای رو غیر از نظر و عقیده خودش تحمل نمی کنه. آقا برام جالب بود اصلا نظر آقای احمد که گفتن از کرمان تماس گرفتن و از اهل سنت هم هستن، در حالی که علمای اهل سنت انتقاد میکنن نسبت به شرایط تبعیض‌آمیزی که برای اونها وجود داره و تصاویر و خبرهای بسیاری هست در ارتباط با آنچه بر اهل سنت در ایران میگذره و ایشون به اسم یک اهل سنت به نوعی حمایت میکنه از برخورد حکومت، این یه مقدار عجیب بود. حالا باز میشنویم صحبت‌های سایر بینندگان. آقای مهدی از کرج همراه ما هست از طریق تلفن. آقای مهدی سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. سلام آقای سیارچی، خسته نباشید. سپاسگزارم. وقتتون بخیر. می‌خواستم در مورد این اقلیت‌ها صحبت کنم که برای دولت جمهوری اسلامی شما خودتون آقای مهدی از اقلیت‌ها هستید؟ من بله از شیعه هستم ولی جزء درویش حالا یه جورایی حساب میشم. بله. ولی خدمتتون عرض کنم که برای دولت فرق نمیکنه که مردم چه دینی داشته باشن، چون این کسایی که میرن تو این مجالس توی مثلا گروهای درویشی اینا میترسن که بخوان اینا گروهی تشکیل بدن که بر مخالف اینا بلند شن و با اینا مبارزه کنن. این یه آیین مذهبی، حالا هر مذهبی آیین خودش رو داره. مثال میزنم، مثلا در کشورهای اروپایی و آمریکایی هم حتما دیدی در مثلا تاسوعا عاشورا دسته را میندازن و هیئت‌های عزاداریشون رو دارن، نه کسی بهش برمیخوره، تازه پلیس هم میاد امنیت رو براشون برقرار میکنه. تو ایران چرا شهروند ایران نمیتونن خودشون این کارو انجام بدن؟ خب تو این مملکت نمیذارن دیگه، یعنی فقط میخوان حرف خودشون باشه. یعنی اگه بخوای از خودت کاری انجام بدی، اون چیزی که دلت میخواد بری دنبالش، اون شکلی که دوست داری، اینا دوست ندارن. اینا میگن فقط باید حرف ما باشه، ما رهبر مطلق این باید حرف ما باشه. عملکرد 39 ساله حکومت رو در این زمینه مثبت ارزیابی میکنی یا منفی؟ خیلی منفی، واقعا اذیت میکنن مردمو. یعنی ما استادی داشتم که حتی استاد ما 3 ماه بردن زندان، اذیتش کردن، میخواستن به من انقدر اذیتش کنن که خودش بین بره، یعنی مریضش سکته کنه، ولی باز زورشون نرسید به این قضیه. خیلی اذیت میکنن. سپاس از تو مهدی. البته من از همکاران خواهش کنم اگر بشه لیست تلفن ها رو برای من بیشتر داشته باشن ممنون از شما. آقای علی هم از ایران از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای علی سلام، به برنامه روی خط خوش آمدید. سلام، خسته نباشید. سپاسگزارم. من اول می‌خواستم که در مورد این آقا احمدی که اومدن روی خط و گفتن که حکومت به اهل سنت زیاد تبعیض قائل نمیشه، یه مطالبی رو خودتون گفتین که اینکه امامان اهل سنت از جمله که ما رهبر خودمون مولانا عبدالحمید میدونیم، حتی اجازه سفر به استانهای اطراف رو نداره و حتی به مناسک حج هم نمیذارن که بره و واقعا تبعیضای زیادی قائل میشن و حتی علمای ما رو به خدا قسم اینو دارم میگم، حتی با لیزر تو مسیر زدن و بعد به بهانه اینکه تصادف بوده، چپ بوده، یه جوری نه از سر راهشون برداشتن و این آقا احمدی که اومد من حاضرم قسم بخورم یا که سنی نبوده و یا اینکه از این جیرخارای مملکت بوده. سپاسگزارم از شما آقای علی، مرسی، چون زمان خیلی کوتاست. البته ما داشتیم در روزهایی که مثلا در مورد زلزله کرمانشاه برنامه گذاشتیم، برخی به عنوان اینکه از کرمانشاه میان میومدن در برنامه شرکت میکردن، میگفتن همه چی اینجا عالیه، امکانات عالیه، کانکت ها داده شد و بعد الان 3 ماه میبینیم نزدیکم گذشته ولی هنوز شرایط بده. اما پیامی هم از طریق پیامگیر اتوماتیک برنامه دریافت کردیم که با هم بشنویم و بعد هم برسیم به مهمترین های شبکه های اجتماعی. در گذشته تمام ادیان ایران در کنار همدیگه زندگی میکردن، یار و غمخوار همدیگه بودن. مهم نبود که شما داره چه اعتقاد و عقیده ای هستید، مهم این بود که با هم در احترام و در کامل آرامش زندگی میکرد. متاسفانه بعد از انقلاب
این دوستی ها تبدیل به دشمنی شد و الان جاسوس همدیگه شدن. متاسفانه آقا اقلیت هایی که ما داریم همه هموطن های ما هستن و همه عزیزان ما هستن. مهم نیست دارای چه اعتقادی هستن، مهم اینه که ما هموطن همدیگه هستیم. متاسفانه این حکومت به هیچ وجه مصالحه نمی کنه، میگه نه فقط و فقط باید من باشم و فقطم شیعه. متاسفم که واقعا این روز افتاده مملکت ما و مردم عزیز ما به چه روزی افتاده. حتما با خبرید که این روزها بودجه سال 97 در مجلس شورای اسلامی در حال بررسیه. امروز هم خبر رسید که عوارض خروج از کشور برای سفرهای زیارتی ثابت مونده. نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای زائرین سفر 40 رو از پرداخت عوارض خروج معاف کردن و مقرر کردن نرخ عوارض خروج برای سفرهای زیارتی بدون تغییر بمونه. یعنی در واقع اگر بخواید برید 40 نیازی نیست عوارض بدید، اما عوارض کشورهای خارجی و مقاصد غیر زیارتی افزایش چشمگیری داشته. صالح در این مورد میگه نمونه‌ای واضح‌تر از این برای تفتیش عقاید و تبعیض ظالمانه نمیتوان یافت. صراحتاً میگویند چون مثل ما نمی‌اندیشی و زندگی نمی‌کنی پس باید پول بیشتری بدهی. این جور تبعیض‌ها فقط به شکاف بیشتر میان طبقات جامعه منجر خواهد شد. آزاده هم معتقد اگر قرار عوارض خروج بدیم همه باید بدیم. دیگه این ادابازی‌ها چیه؟ بعد با این کاراشون بین مردم فرق می‌ذارن، یا کلاً کمش کن یا این ادابازی رو جمع کن. اسمش روش هست دیگه، عوارض خروج از کشور. دیگه چه فرقی داره برای چی میری؟ زیارت، تفریح، کار یا هر چی. توییت پرستو رو هم ببینیم که نوشته با افزایش قبض آب و برق از حساب بانکی از سپرده ها، با مالیات بر ارزش افزوده، با مالیاتی که از حقوقمون کم میکنن و خرج ارگان های مثل صدا و سیما میشه، دارن پول میدوزن از جیب ملت. حالا عوارض خروج از کشور هم روش رسما دارن دست تو جیبمون میکنن و پولی که با زحمت در میاریم رو بالا میکشن. توییت آخر رو هم از بهار بشنویم که بهار اینطوری نوشته، میگه اینم یکی دیگه از تبعیض هایی که به اسم دین دارن به خورد ما میدن. یکی با رفتن به کربلا حالش خوب میشه، یکی با رفتن به آنتالیا و دبی و پاریس. چون سبک زندگیش با شما متفاوته باید پول بیشتری بده. زیادی دریافت کردن در مورد اون تلفنی که آقای احمد داشت از کرمان در ارتباط با اینکه دروغ میگن یا ایشون از اهل سنت نیستم. گفتم مثالی رو زدم، موارد اینچنین پیش میاد. به هر حال این شرایط فراهم میکنیم که هر فردی نظرش رو بگه. به هر حال آقای احمد هم به این صورت نظرشون رو گفتم. بله، امروز به نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی پرداختیم در 39 سال گذشته. در ادامه این هفته باز هم اقشار دیگری رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و اینکه آیا پیشرفت داشتن در این مدت یا پس رفت. البته قابل ذکر خب بذار الان بگیم که بیرندگان عزیز در جریان باشن، فردا برنامه روی خط در ارتباط با زنان در ایران و اینکه در 39 سال گذشته زنان در ایران چه دستاوردهایی داشتن، پیشرفت کردن یا پس رفت داشتن. ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، به ویژه سند ویو ای، یک راه تماس خیلی ساده برای شماست. و البته موضوعات پیشنهادیتون رو برای هفته آینده برای ما ارسال کنید تا آنچه شما می‌خواید رو برای شما بزنیم. ارسال فایل صوتی و تصویری رو هم فراموش نکنید در طریق همون سند ویو. تا فردا شب روزگار خوش. خدا نگهدار. این صدای آمریکاست.